در سمت چپ پاس بلند مهدی ترکمان حسینی از دروازه بیرون میاد، توپ به کوین یامگا رسیده. مهدی قائدی فضای خوبی داره، شهبازاده از سمت چپ پا به توپ میاد داخل محوطه جریمه، توپی که میفرسته و سلیمان زاده جایگیری خوبی رو انجام داده و جعفر سلمانی ارسال توپ به روی دروازه تیم مهدی پور. توپو خیلی راحت از دست داد، حرکت تماشایی رو انجام میده، محسن آذرباد رفت داخل محوطه جریمه استقلال و توپی که از کنار توپو لو داد مهدی پور، پا به توپ پیشروی کرد آذرباد و ضربه که به توپ زد و توپ به این شکل به بیرون رفت. دیروز بسیار تماشایی رامتین سلیمان زاده یک و دو به خوبی شکل میگیره، جا میذارن کوین یامگارو، لوسیانو پریرا توپو جلو میندازه، رفت داخل محوطه جریمه، پاس برای فراز امام علی، ضربه به سمت دروازه استقلال. توپی که راهی به دروازه پیدا نمیکنه، قبلا سه بار با پیراهن پیکان تونسته به استقلال گل بزنه فراز امام علی و بعدش نمیاد اولین گلش در این فصل رو هم وارد دروازه استقلال کنه. اولین گلش در لیگ 19 در 13 هفته گذشته. استقلال موفق ترین تیم در ایجاد و خلق موقعیت بوده اما در گل کردن موقعیت اون کیفیت لازم رو نداشتن. قائدی رفت داخل محوطه جریمه، ضربه که میخواد بزنه نوشی سوفیانی زاویه رو به خوبی بست، بازم قائدی متحری رو در کنارش داره، پاس برای سجاد شهبازاده، حرکت شهبازاده، اعتقاد به پنالتی دارن بازیکن استقلال، تصمیم داور ضربه کورنر هست. اولین خطر جدی استقلالی ها روی دروازه حریف ایجاد شد. خوب بود حرکت سجاد شهبازاده، شوتی که به سمت دروازه زد و توپ در بین راه به جفرسون برخورد کرد و به کورنر رفت. خوب خورد به دست مدافع برزیلی مثل رفسنجان اما اینکه پنالتی شده. ارسال آذرباد پشت محوطه جریمه، شوت به سمت دروازه استقلال که بی ثمر هست، ضربه که فراز امام علی زد با اختلاف به بیرون رفت. چشمی مهدی قائدی پا به توپ، پاس برای سجاد شهبازاده، فضای خوبی داره جعفر سلمانی، توپ حالا بهش میرسه خود سلمانی، پاس برای زبیر نیک نفس، خیلی بهتر از اینا میتونست به توپ ضربه بزنه، خیلی آروم ضربه‌شو زد نیک نفس. آذرباد هم نمیتونه توپ اونجا کنترل کنه. فضای خوبی برای شوت زنی زبیر ایجاد شد، توپ پای چپش اومد و با پای غیر تخصصی به توپ ضربه زد. تیم نارنجی پوش توپ به سمت چپ میره، مهدی ترکمان، رافائل دا سیلوا درگیره با فراز امام علی، تصمیم داور به نفع استقلال هست. یه تذکر هم میده امیر عرب براقی به فراز امام علی. جدال دو بازیکن. اینجا برخوردی که اتفاق افتاد. و داور اعتقادی پنالتی را میندازه لوسیانو پریرا رو. پاس برای فراز امام علی پشت مدافع خود فراز امام علی، پاس برای حسن جعفری داخل محوطه جریمه، برمیگردن بازیکن استقلال. لوسیانو پریرا میخواست شوت بزنه، فراز امام علی حالا شوت به سمت دروازه حسینی، توپی که به بیرون میره. بهتر از اینا میتونستن از این فرصت استفاده کنن. حرکت رو حسن جعفری آغاز کرد و در ادامه ضربه ای که فراز امام علی زد تو به رافائل دا سیلوا خورد. قطع و بس میشه آقا، قطع و بس شد، قطع و بس شد. یه فرصت داره حسن جعفری، ارسال رو انجام میده، خروج ناموفق حسینی، شوت به سمت دروازه رافائل دا سیلوا، توپو یه لحظه برگردون، همچنان فرصت هست و چه دفاع جانانه ای کرد رافائل دا سیلوا. فوق‌العاده بود جایگیریش در صحنه‌ای که با هم دیگه دیدیم. حسینی از دروازه بیرون اومد،
ضربه که حسینی به سمت دروازه زد و رافائل داسیلوا به این شکل دفاع کرد. بازی جذاب داره پیگیری میشه تو این دقایق. توپو برمیگردونن مدافعین استقلال. بازم حسن جعفری به سمت راست. رامتین سلیمانزاده. یه پاس عرضی جفرسون سیلوا با پای چپ شوت میزنه که توپ به بیرون میره. ارسال مهدی پور، یه ضربه سر به سمت دروازه بس رفسنجان و دروازه‌ای که باز نشد. ارسلان مطهری توپ رو به تیر دروازه کوبید و در ادامه رافائل داسیلوا نتونست دروازه رو باز کنه. قشنگ زد ضربه سرش رو ارسلان مطهری. داسیلوایی که نتونست توپ برگشتی رو به خوبی بزنه. مهدی قائدی، فرصت هست باسم برای استقلالی ها. خود قائدی بین دو سه بازیکن گرفتار شده، از تکنیک خودش میخواد استفاده کنه. یک کورنر رو از شاهین توکلی میگیره. بازم کورنر برای استقلال. مهدی پور ارسال بلنده تو این ضربه سر از روزبه چشمی. روی تو پای بلند دارن اذیت میکنن خط دفاعی مصر رفسنجان رو. مهدی پور تو پاش میان هافکای مصر رفسنجان. ارسلان مطهری پاس برای کوین یامگاه، خوب پیش کشیده یامگاه از سمت راست. یه بازیکن رو خیلی خوب جا گذاشت. فرصت هست برای استقلال. پاس به عقب، اشتباه میکنه توکلی. ارسلان مطهری، شوت از پیمان بابایی، صادقی، مهدی قائدی داخل محوطه جریمه. خیز استقلالی برای گل اول و توپی که به کورنر میره. موقعیت جدی استقلال روی دروازه حریف. فشار حملات استقلال داره بیشتر از قبل میشه. بعد جایی توپ لو داد شاهین توکلی. اینجا توپ در بین راه به خود توکلی برخورد کرد و راهی کورنر شد. جعفری فرصت خوبی داره. مهدی حسینی بازیکن شوت زنی هست. پاس برای حسن جعفری داخل محوطه جریمه. ارسالی که انجام میشه، یامگا اونجا برمیگرده. فرشید باقری میکاره برای رضایی، ضربه به سمت دروازه استقلال. دروازه استقلال باز نشد. جدی رو مثل رفسنجان روی دروازه استقلال در نیمه دوم ایجاد کرده. پرتاب سلمانی، ضربه سر جعفری داخل محوطه جریمه. یه پاس به عقب، شوت به سمت دروازه حسینی. فراز امام علی توپو زد، پس نشد. چند دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی اعلام شده. پاس بلند سیاوش یزدانی، بازم سلیمانزاده ضربه سر اول رو میزنه. روزبه چشمی توپو از دست میده. محبی، مهرداد رضایی، فضای خوبی، فراز امام علی داره. خود فراز میره تک به تک بشه با حسینی. ضربهشو کجا زد فراز امام علی؟ میتونست پاسم بده. نیمکت مثل رفسنجان منتظر گل این تیم بودن. چه تک به تکی دادن مدافعین استقلال به تیم مثل رفسنجان و چه ضربه بدی رو زد